از شهر کن خارج شدیم و به شهر ولوریز اومدیم. ولوریز در قلب کت دزور بین کن و آنتیپ قرار گرفته. شهرت این شهر به خاطر صنعت سرامیکشه. همچنین هنرمندان زیادی که از اقصا نقاط دنیا مدتی رو در این شهر گذروندن. در این شهر حتی تابلوهای خیابونها و پلاک خونه ها هم سرامیکیه. سفالگری حرفه‌ای است که خیلی ها دوست دارن یاد بگیرن. بازی کردن با خاک رس و چرخوندن گل خیس به نظر خیلی لذت بخش میاد، اما در صورتی که بلد باشین. همچنین باید خیلی با دقت و پرحوصله باشین، چون برای درست کردن کارهای سری حدود 5 سال باید تمرین کنید. ما خیلی روی کیفیت کار میکنیم تا ظروف ظریف‌تری درست کنیم. اینها کلکسیون جدیدمون هستند که با خاک سیاه درست شدن. این کار جدیده چون همیشه سرامیک رو با خاک سفید درست میکردیم. خیلی روی طراحی، دیزاین، فرم و شکل ظروف کار میکنیم. امیدواریم که آتلیه بازتر بشه و ما بتونیم هنرمندان مختلفی رو اینجا داشته باشیم. همچنین محلی باشه برای هنرجویان جوانی که میخوان تمرین کنن و این کار رو یاد بگیرن، یا هنرمندانی که میخوان فقط قطعه ای رو به اثر هنریشون اضافه کنن، درست مثل پیکاسو که این کار رو نزد مادورا انجام داد زمانی که به ولوریس اومده بود. الان در کارگاه سفالگری الکساندر هستیم. الکساندر در یک خانواده سفالگر به دنیا آمده و سفالگری رو همونجا یاد گرفته. با اینکه به گفته خودش 3-4 مدرسه سفالگری توی فرانسه وجود داره. در واقع او سفالگری رو انجام میده به خاطر این کار رو دوست داره. اما میگفتش که درآمد این کار نسبت به خیلی از کارهای دیگه توی فرانسه درآمد زیادی نیست. اما لذت این که با خاک کار بکنی و هر شکلی میخوای به اون بدی، لذتیه که او رو همیشه در کنار این کار نگه داشته. الان دارم میرم به سمت تنورهایی که سفالها توی اونها پخته میشن. بعد از اینکه گل شکل گرفت، مدت 1 روز طول میکشه تا خشک بشه و برای نقاشی های اولیه آماده بشه. بعد از اون گل در 2 مرحله توی تنور پخته میشه. مدت 10 ساعت تنور به صورت تدریجی دماش بالا میره و تا 1200 درجه میرسه. و در مرحله آخر یک ماده براق کننده روی سفال میزنن که اونو تبدیل به سرامیک میکنه و ضد آبش میکنه. حالا چند نکته جالب در مورد سفال و سرامیک. اول اینکه با همه رنگ خاک میشه سفال درست کرد، یعنی فقط خاکای قرمز نیستن که قابلیت تبدیل به سفال رو دارن، بلکه خاکای رنگای دیگه هم هستن و اینجا اتفاقا خاکای سفید استفاده میکنن برای این کار. و تنها تفاوتش در آخر کاره که در واقع مقاومتش در برابر گرما و در برابر ضربه تغییر میکنه. حالا نکته دوم اینکه سفالگری هنر و مهارتی که جاهای مختلف دنیا رواج داره. مثلا تو ایران شهرزا یا میبود سرامیکای آبی تولید میکنن، اما اینجا در فرانسه رنگ سرامیکا خیلی متنوعه و در جاهای مختلف فرانسه رنگاش فرق میکنه. تو این منطقه یعنی جنوب فرانسه سرامیکی که خیلی استفاده میشه اتفاقا همین رنگ عسلیه، اما رنگهای دیگه هم برای سرامیک استفاده میشه، مثل این رنگ سبز، همین رنگ قرمز یا رنگ سفیدی که اونجا میبینید. مجسمه برونزی در سال 1943 توسط پیکاسو ساخته شد و در سال 1949 به شهر ولوریز هدیه داده شد. 2 نمونه دیگه هم از این مجسمه وجود داره در شهر فیلادلفیای آمریکا و موزه پیکاسوی پاریس. این مجسمه جزء معدود آثار پیکاسو هست که ما میتونیم در یک محل عمومی ببینیم و اون هم در میدان یک شهر. چون که پیکاسو میخواسته که اثرش در معرض دید عموم قرار بگیره و بچه‌ها بتونن دور و بر اون بازی کنن و ازش بالا برن. و امروز این خواسته پیکاسو به حقیقت پیوسته.
شهرت جهانی شهر ولوریز در تولید سفال و سرامیک نقاش معروف مثل پیکاسو رو هم به اینجا میکشونه. پیکاسو در سال 1946 با یک زوج هنرمند سفالگر اینجا آشنا میشه و به سفالگری علاقمند میشه و سال 1948 تا 1955 در اینجا زندگی میکنه و به مجسمه سازی و سفالگری میپردازه. چیزی که در سفالگری توجه او رو جلب میکنه به گفته خودش این انعطاف پذیری در سفالگری و معجزه ایست که خاک به آتش میکنه. پیکاسو در این سالها چیزی در حدود 4000 اثر آفرید. او از معدود هنرمندانی است که دوست داشت آثارش در معرض دید همه باشه و بعضی وقتا از آثارش چندین نمونه میساخت. او در جمله معروف یکی از دوستانش گفته بود که من یک بشقاب سفالی ساختم و دوست دارم به جای اینکه توی موزه ها باشه در اون غذا خورده باشه. آلبرتو مانیلی در سال 1888 در شهر فلورانس ایتالیا به دنیا آمد. مانیلی هیچ وقت به دانشکده هنر نرفت و در کارهاش از استاد ایتالیاییش الهام می گرفت. در سال 1914 به پاریس رفت و اونجا بود که برای اولین بار پیکاسو رو ملاقات کرد و اولین کارهاش رو در سبک ابستر شروع کرد و بدین ترتیب نخستین نقاش ایتالیایی شد که سبک ابستر کار می کرد. در زیرزمین موزه پیکاسو آثار هنرمندی به نام فرانسوا قتی به نمایش در اومده. فرانسوا قتی هنرمندی است که در همون دوره‌ای که پیکاسو و بسیاری از هنرمندان اینجا زندگی می‌کردن، اینجا کار می‌کرده و آثار سفالی می‌ساخته که یکی از آثار او رو دقیقاً در کنار من می‌بینید. در حال برگشتن از ولوریس به شهر کن هستیم، جایی که مثل هر شب دو فیلم در بخش مسابقه رسمی جشنواره به نمایش در میان. اولین فیلم امشب کار برتراند بونلوی فرانسوی است به نام اپولونید، خاطرات یک روسپیخانه. داستان این فیلم در اوایل قرن 20 اتفاق میفته در یک روسپیخانه در پاریس که روزهای آخر کار خودش رو میگذرونه. در این فیلم عده‌ای از مردها دلبسته زنان میشن و عده دیگه متضرر میشن، اما در پس همه این اتفاقات در روسپیخانه زنان از مشکلات، دردها، مسائل و شادیهای خودشون با هم صحبت میکنن.
a bad girl. Something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. But I had a head of my own. And I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. Said, son, this woman will break your heart. And then she'll put you down. درخت زندگی فیلم دیگه ایست که امشب در بخش اصلی مسابقه به نمایش در میاد. از ترنس مالیک، کارگردان آمریکایی که تگزاس رو در سالهای 50 نشون میده. داستان از این قراره که جک پسر بچه ایست که در کنار مادری مهربان و دوست داشتنی اما پدری خشن و قلدر بزرگ میشه. با تولد دو برادر دیگه‌اش این محبت و توجه تقسیم میشه و جک ناچار میشه که خشونت پدری رو تحمل کنه که به موفقیت فرزندانش حسادت میکنه. خلاصه اتفاق ناگواری میفته و این وضعیت تغییر میکنه.